مهاجران افغانستانی از گروه های مورد تبعیض در ایران هستند که علاوه بر دهها زندگی در این کشور حتی اونایی که از نسل دوم و سوم بعد از مهاجرت هستند هنوز با مشکلات متعددی در حوزه های اشتغال و تحصیل مواجهند شاید بشه اصلی ترین مشکل مهاجران رو نداشتن هویت رسمی و قانونی تعریف کرد و این مسئله در مورد کسایی که چندین دهه دارن در ایران زندگی میکنن و یا اینجا به دنیا اومدن جدی تره. با دکتر نیما اورازانی روانشناس اجتماعی و دانش آموخته دانشگاه ماساچوست امهرس درباره موضوع مهاجران افغانستانی و آسیب های اجتماعی که به کودکان مهاجر وارد میشه گفتگوی کردیم تا ببینیم ریشه این تبعیض ها کجاست و چه باید کرد میلیون ها مهاجر افغانستانی در ایران دارن زندگی میکنن خیلی هاشون حتی در جنگ عراق و ایران رفتن جنگیدن کاملا ادغام شدن دارن کار میکنن همه اینا بوده ولی اینا هرگز از یک هویت حداقلی قانونی و از یک اقامت خیلی معمولی که تو خیلی از کشورهای دنیا وجود داره برخوردار نبودن و همیشه در یک وضعیت تعلیقی زندگی کردن و هیچ وقت نمیدونستن که مثلا سه ماه بعد که اقامتشون تموم میشه آیا تمدید میشه اقامتشون یا نه با همه اینها حالا هیچ وقت همیشه هیچ ترشماری دقیق انجام نشده هیچ وقت یک آمار دقیق از اینا وجود نداره که چقدر دانش آموز دارن چقدر تو کدوم استان زندگی میکنن هیچ آماری نداریم از اینها و حالا آخرین سرشماری که دو سال پیش انجام شد و احتمالا اکثریت قریب به اتفاقشون شرکت کردن مثلا یه آمار حدود پنج میلیونی شد ولی بعد از اون دیدیم که دوباره یه موج گسترده ای از مهاجر ستیزی شروع شد و مشکل یعنی تمام مشکلات جاری کشور به گردن مهاجرها و پناهجوها انداخته شد و این خیلی برای خود من جالب بود که این موج مهاجر ستیزی بعد از این اتفاق افتاد که طالبان در افغانستان قدرت میگیره و یه موج گسترده از مهاجرت به ایران شکل میگیره خیلی از ایرانی ها اون موقع خیلی از کنشگرای این حوزه داشتن میگفتن که یه سری اردوگاه و کم سر مرزها تشکیل بدیم بعضی تشکیل شد خیلی از ایرانی ها داوطلبانه رفتن ماها اونجا زندگی کردن به مهاجرا کمک کردن به پناهجوها کمک کردن و تا چند ماه بعدش هم من شخصا درگیر بودم که به تعدادی از خانواده سرسامون بدیم ولی بعدش یهو یه هشتگی رو افتاد و هشتگی خیلی گرفت و جالب ترش بر من این بود که نفوذ این هشتگی حتی بعضا بین کسایی رسید و به کسایی وارد شد که اینا داشتن تا همین دو سال پیش به پناهجوهای بعد از قدرت گرفتن طالبان کمک میکردن و ها گفتن که نه مثل این که وضعیت خطرناکه و اینا قراره ایران رو بگیرن و مجلس رو بگیرن از این دروغایی که حالا بهتر از من میدونید و زیاد هم شنیدیم حالا من فکر کردم که با توجه به تخصص شما اتفاقا میشه این قضیه رو از یه بر دیگه ای نگاه کرد حالا قبل از اینکه گفته رو شروع بکنیم من سوالمو اینطوری فرم بدم که چند وقت پیش داشتم یه چیزی میخوندم و اونجا میگفت که یعنی یعنی همه ما انسان ها حالا از احتمالا انسان اولیه دقیقا نمیدونم همه ما انسان ها دنبال اینیم که یه گروهی تشکیل بدیم و این گروه تشکیل دادنه برای ما یک مزیت داره و بر اساس یه سری اشتراکات این گروه رو تشکیل میدیم و این خیلی خوبه که ما گروه تشکیل میدیم ولی از یه جایش خطرناک یا بد میشه که ما آدم جدیدی رو به اون گروه راه نمیدیم و اگه کسی قرار وارد اون گروه بشه باید یه سری فاکتورهایی داشته باشه صرف نظر از اینکه ما نسبت به حضور مهاجرای افغانستانی یا از هر ملیت دیگه با این تعداد تو ایران موافق باشیم یا مخالف اینو تو زندگی شخصی خودمون با برادرمون با همسرمون هم میبینیم که مثلا اگه یکی از ماها از یه آدمی از یه خانواده خوشش نمیاد تغییر دادن نظر ما نسبت به اون آدم تقریبا غیر ممکنه. که بخوایم مثلا با اون آدم معاشرت کنیم رفت آمد داشته باشیم یعنی خیلی حسی میگیم که من با اون حال نمی کنم اصلا دوست ندارم دور برمون باشه دوست ندارم اینجا بیاد و رفت آمد داشته باشه و فکر میکنم این تو اشل بزرگتر میشه همین چیزی که الان ما به مهاجره کشورهای دیگه داریم یعنی یه گروهی تشکیل دادیم و فکر میکنیم که ما متفاوتیم کسی دیگه ای نباید وارد بشه اگه افغانستانی وارد بشه برای ما خطره ولو اینکه اینا مثلا کمتر از 200 ساله که از نظر جغرافیایی از ما جدا شدن حالا از شما میخوام که از از جنبه روانشناسی اجتماعی این گروه بندی بین انسان ها و عضو پذیرفتن یا نپذیرفتنش رو یه توضیحی برامون بدین که چیزی که من گفتم درسته یا تا کجا خوبه از کجا به بعدش خطرناک میشه مرسی از دعوتت و مرسی از اینکه تو این فضا فعالیت میکنی ببین طبیعتا زمانی که منو تو شروع بکنیم به حرف زدن و مخاطب ایرانی صحبت های ما رو بشنوه این صحبت های ما باید طبیعتا هم ده همون چیزی که دقدقی تو بود یه گوش نیوشا یه گوش پذیرنده داشته باشه و ما به نظر میاد که یکی از دقدقه همون اینجا دقدقه اقناعه آدم ها رو قانع بکنیم که یه چیزایی هست یه چیزایی نیست یه باورای درسته یه باورای غلطه یکی از موانعی که وجود داره اینجا برای اقناع افراد من در حقیقت دارم قبل از اینکه به پرسش تو پاسخ بدم دارم تلاش میکنم از یه مانعی رد بشم اگه بتونم و اون مانع اینه که ما با یه جمعیتی در ایران طرفیم درست این جمعیت جمعیتی یک دستی نیست خود ایرانی ها رو فعلا دارم میگم که در دست کم این چهل و چند ساله به میزان مختلف مختلفی میزانهای مختلفی احساس شنیده نشدن نادیده گرفته شدن کرده و در برابر یه همچین روانشناسی یعنی وقتی من شروع کنم با آدمی که خودش احساس میکنه نادیده گرفته شده شنیده نشده شروع کنم با اون آدم راجع به گرفتاری یکی دیگه حرف بزنم احتمال زیاد اولین واکنشی که اون آدم به من نشون میده اینه که ای آقا ما خودمون اینجا داستان داریم تو اومدی برای من از یکی دیگه حرف میزنی ما با یه مش... مشکل اینطوری درگیریم بنابراین ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که آدما رو بشنویم آدما نیاز به شنیده شدن دارن نیاز به همدلی دارن این این میخواستم از این مانع حرف بزنم اما راجع به نکته ای که تو خب خودت به خوبی بهش اشاره کردی که بله ما تو روانشناسی اجتماعی روانشناسی تکاملی به این رسیدیم که آدم ها به دلایل مختلف گروه تشکیل میدن و اون چیزی که برای ما مهمه همون چند نکته بود که تو بهش اشاره کردی نفس این گروه تشکیل دادن فوایدی داره مذراتی هم داره از اون مهمتر مرزهای این گروه میتونه جابجا جا بشه یعنی گاهی پیش میاد که با یه اتفاق خاصی که تو اجتماع میفته مرزهای این گروه خیلی تنگتر میشن اونایی که طبیعتاً توش جا میگیرن کمتر میشن گاهی اوقات مرزهای این گروه گستردهتر میشن اینکه خب چه اتفاقاتی میفته که این مرزها جابجا جا میشن نکته مهمیه تو روانشناسی اجتماعی ما آدم رو به عنوان یه طبیعتا یه موجود اجتماعی میبینیم یعنی حتی مغزش شخصیتش اینها شکل نمیگیرن رشد نمیکنن مگر در یک رابطه اجتماعی این ایده اصلی روانشناسی اجتماعیه اینکه چه اتفاقاتی میفته که ما الان شاهد همچین چیزی هستیم یکیش همون فاکتوری که گفتم یعنی شما با جمعیتی طرفی که اینها به دلیل نادیده گرفته شدن دائما دنبال چی هن؟ دنبال اینن که یه مقصری پیدا بکنن تا این تقصیر بندازن گردنش از طرفی خب سخته که من بخوام با ساختار سیاسی در بیفتم به ساختار سیاسی بگم آقا این گرفتاری که من الان توشم گرفتاری اقتصادی نبود آزادی بیان و غیر و شما توش دخیلی چون رابطه قدرتمون خیلی رابطه قدرت نابرابریه بنابراین دنبال کی میگردم دنبال یه گروهی میگردم که ضعیف باشه بتونم سرش همه چیزو خراب بکنم که اگه خواستم بگم مسئول توی مقصر توی اون نتونه با من کاری بکنه خب این یه فاکتوره که ما باهاش درگیریم من همینجا تو پرانتز یه تفکیکی هم بکنم یه زمانی هست من دارم یه مسئله ای رو توضیحش میدم تبیینش میکنم یه زمانی هست دارم مسئله رو جاستیفای میکنم یا توجیهش میکنم این دوتا رو نباید با هم قاطی بکنیم من دارم یه فرایند روانشناختی رو میگم که اون بیرون اتفاقاتی میفته که در درون یه سری تجلیاتی داره یه نکته دیگه بگم کم خیلی کم صحبت شده راجع به این نکته و اونم اینه که غالبا تصور اینه حتی بین روانشناس های اجتماعی که میگن آقا زمانی که گروه ها با هم دیگه تعامل دارن و مثلا توی این تعاملات گروهی یه گروهش گروه میزبانه کشور میزبانه و یه گروهش مهمانه که مهاجرا باشن وقتی مهاجرا زیاد میشن احساس تهدید در میزبان شکل میگیره و خب کلی هم صحبت میشه راجع به دلایل تکاملی یا دلایل دیگه پژوهش های جدیدتر نشون میدن که اینطور نیست یعنی رابطه بین زیاد شدن مهاجران بگذاریم از این که حالا تو پرانتز هم باید به این بپردازیم که من وقتی صحبت از زیاد شدن مهاجران میکنم داریم راجب چی حرف میزنیم راجب به 11 میلیون دوازده میلیون مهاجر صحبت نمی کنیم این اخبار جعلی که منتشر میشم این حالا بهش بعدا میپردازیم وقتی تعداد مهاجران زیاد میشه لزوما اینگونه نیست که احساس تهدید اعضای کشور میزبان افزایش پیدا بکنه پژوهش‌های های خیلی جدیدتری که انجام شدن نشون میده که سیاست های ادغام کننده جاری که کشورها به کار میبرن این وسط نقش جدی ایفا میکنه در مطالعاتی که انجام شده تو کشورهای نه یک کشور کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدن که هر کشوری که میزان مهاجرت به اون کشور زیاد بوده اما ساختارهای قانونی و سیاسی سیاستگذاریهای های ادغام کننده داشتن این سیاستگذاریهای های ادغام کننده شامل بحث های حقوقی میشن شامل بحث های خدمات اجتماعی میشن و امور مختلف زمانی که این سیاست ها رو داشتن با وجود اینکه سیاست ها به نسبت گذشته افزایش پیدا کردن اهالی اون منطقه اهالی اون کشور احساس خطر نکردن که هیچ بلکه پذیرندگی خیلی خوبی داشتن نسبت به مهاجره ما معمولا مشکلی که در بحثای مهاجرت و مهاجرت مهاجر ستیزی داریم که حالا من بازم تو پرانتز اینو میگم که اینجا شنونده بشنوه بعد اگه فرصت شد راجبش صحبت کنیم که ما فقط با بحث مهاجر ستیزی طرف نیستیم همونطور که اشاره کردی خیلی از افراد هستن که تو ایران به دنیا آمدن اصلا ایرانی هن. یعنی اگه الان بنده خدا رو برداری بذاریش تو یکی از شهرهای افغانستان تو هر شهری از افغانستان میگه آقا من من اینجایی نیستم میگه من قاعدتا هم اونجا هم. ایرانی طرف اونها هم حتی پذیرفته نمیشن یعنی ما وقتی صحبت از مهاجر ستیزه میکنیم بعد حواسمون باشه که این گروه رو نادیده میگیریم این بنده خدا که اصلا دیگه مهاجر نیست ایرانیه ولی همچنان پذیرفته نشده اینو من خواستم تو پرانتز بگم که ما با مهاجر به کار بردن و مهاجر ستیزی بخشی رو نادیده میگیریم داشتم اینو میگفتم که این بحثایی که معمولا در مهاجر ستیزی یا نجات پرستی صورت میگیره معمولا بحثا رو فردی سازی میکنن یعنی میگن که آقا این یه سری افراد نجات پرستن یه سری افراد اینطورن بله همینطوره یه سری از افراد مهاجر ستیزن یه سری از افراد نجات پرستن اما دقت بکنید که شما اگر سیاست های ادغام کنندگی داشته باشید همون افرادی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم اگر حتی با مهاجرت زیادتری نسبت به گذشته مواجه بشن دیگه همون واکنش قبلی رو نشون نمیدن یعنی ما بازم این نکته که راجبش صحبت نشده اینه حالا من میگم و تموم میکنم بعد اگه لازم شد عمیقتر بهش میپردازیم هنجارهایی که افراد تأثیر گذار ساختارهای سیاسی نهادهای اجتماعی هنجارهایی که اینها تنظیم میکنن از طریق رفتارهایی که انجام میدن از طریق مواضعی که میگیرن این هنجارها در شهروندان معمولی تأثیر فوقلاد زیادی داره بنابراین اگر من یه صفحه اینستاگرامی دارم که فالوور زیادی داره من میتونم هنجار تنظیم بکنم اگر یه نفر رهبر یک انجمن خاصیه مدیری انجمن خاصیه در یه انجمن مردم نهاد یا سازمان مردم نهاد کار میکنه در یک پست سیاسی هستش هر کسی که یه عده افرادی دارن به او نگاه میکنن او رو نماینده خودشون میدونن این نماینده فقط نماینده سیاسی نیست نماینده یعنی کسی که من را مینماید می نما، مینمایاند می من قبول دارم که او داره من رو نمایندگی میکنه اندیشه های من رو ارزش های من رو اگر هر کسی که در این پوزیشن باشه اون فرد یا اون افراد توانایی تاثیرگذاری دارن و اونها میتونن این مرزهایی رو که گفتی این مرزها رو یا گسترده ترش کنن یا مزیقش کنن تنگ ترش کنن ببخشید من زیاد صحبت کردم خواهش میکنم نه پلمانون. یه نکته به ذهنم میرسه اونم اینه که این دیسکورس گفتمان مهاجرپذیری که اصلا ما یک انسان جدیدی که در این قلم رو به دنیا میاد و ما به عنوان یک شهروند بپذیریم البته میگم باز تو مسابقه قبلی هم که با دکتر فولادیان داشتیم جامعه شناس ایشون گفتن که ما با موجودیتی ای طرفیم که شهروند خودش رو که به صورت تاریخی احتمالا هزاران سال اونجاست نمیپذیره به عنوان شهروند ممکنه اینطور به نظر برسه که اساسا حرف ما از پای در واقع باطله کلا چون با یک چیزی طرفیم که اون کسی که اونجا بوده و به دنیا اومده از هفت نست هم هنوز پذیرفته نمیشه به عنوان یک انسان مستقل چه برسه به کسی که مثلا 100 سال اومده به هر حال ما هرگز این گفتمان مهاجر پذیری رو نه از طرف سیاست مدارمون شنیدیم نه از طرف کنشگرمون شنیدیم نه از طرف شهروند عادی شنیدیم حالا من بر اساس محل زندگی خودم میگم چون میدونید که از بلوچستان به دلیل خشکسالی در چندین موج مهاجرت های به سمت استان گلستان و مازندران اتفاق افتاده و خب اینا طبیعتا تو محلهای خودشون زندگی میکنن مثل تو همه اروپا هم برحال همینه دیگه چینی یه جان پاکستانی یه جان و خب جالبه که مردم محلی در عین اینکه با اینها ارتباط نزدیکی دارن اینا کارگری میکنن کار میکنن حقوقشون رو میگیرن وصلتی عملا اتفاق نیفتاده حداقل تو این چندتا روستا و شهری که من میشناسم وصلت یعنی ازدواج اتفاق نیفتاده برای اشاره اون جامعه میزبان برای اشاره به این جامعه مهاجر مثلا اسم شهرشون رو میاره میگه فلان جایی ها یا فلانی فلان جاییه میدونین یعنی یه جوری ما داریم کلاس اجتماعی طبقه اجتماعی طرف رو میاریم پایین تر حالا این توی مسئله افغانستانی شدیدتر شد یعنی اونقدر که افغانی عملا به ناسزا تبدیل شد و اینو من بین خیلی ها شنیدم یعنی بین حتی اینجا هم خیلی میشنوم از دوستای خودم که دارن حرف میزنن مثلا یهو میگن که حالا نمیدونن که مثلا همسرم افغانستانیه یا هر چیزی مهم نیست اصلا که بدونن یا ندونن ولی یهو میگن که مثلا فکر میکنه که من افغانیم که به من میخواد انقدر پول بده یعنی برای ما افغانی معادل یک کارگر کم ارزش کم دستمزد بی پرکار حرف گوش کنه این شده که خب برای تحقیرم به راحتی استفاده میشه حالا میخواستم اینو بگم کلی حاشیه نرم میخواستم اینو بگم که اصلا گفتمان مهاجر پذیری در کشور ما وجود نداشته حداقل در پنجاه سال اخیر در اینی این که دانشجوی خارجی پذیرفتیم ازشون شهریه دلاری گرفتیم بعضا اینا تو ایران پزشک شدن کار هم کردن ولی همون همونها هم هیچ هویت قانونی ندارن و خیلی برام جالبه که حالا از منظر زبانشناسانه یا سوسیولینگویستیکس یا زبانشناسی اجتماعی اگه بخوام نگاه بکنم به این در حرفهایی که سیاست مدارای ما میزنن در نقل قولایی که از اینو میشنویم مهاجران افغانستانی همیشه با این دو, دو عبارت معرفی میشن برادران ما و مهمانهای ما من به نظرم این تبعیض از همین جا شروع میشه که ما اینا رو مهمان در نظر میگیریم که چند سالیه به دلیل جنگ تو کشورشون اینجا هستن و بالاخره باید برن و این رو من بارها شنیدم از سیاست مدارانون که باید برگردن کشورشون رو آباد کنن و خود همین به نظرم محل تبعیزه یعنی شاید من مهاجر الان این رو در ذهنم داشته باشم که یه روزی برگردم ایران و مثلا یه کاری برای ایران انجام بدم ولی خیلی برام خوشایندتره که اینجا زندگی بکنم و اینجا پیشرفت بکنم احتمالا خب حتی در خودم میگم چون میدونم که اونجا مثلا فضایی ندارم ولی اینو همیشه برای افغانستانیا داریم که ببین اینجا هستی فعلا اوکی برادر ما ولی بالاخره باید بریم مهمونی یه روز تموم میشه که این هشتگ پایان مهمانی قبل از این هشتگ اخراج افغانی مطالبه ملی 5 سال پیش هشتگ پایان مهمانی بود و این این به نظرم خودش سرآغاز همه تبعیض که ما اینا رو هرگز به عنوان یک انسان ندیدیم و در بهترین حالت اینا رو مهمان دیدیم بله یعنی همین این اون مثال هایی که شما زدی دقیقا نتیجه به قول ما راونجانس های اجتماع میگیم برون گروه اونهایی که در گروه من نیستن نهایتا من به عنوان برادر خطابشون میکنم حالا اون تبعیض جنسی که توش هم هست کار نداریم اونا همیشه برادر منن بالاخره اگه تو گروه من بودن که من به عنوان برادرم خطابشون نمیکردم یا همونطور که تو گفتی به عنوان مهمان خطابشون نمیکردم بله این اینان این ویژگی های زبانی نشون میده از یه یه دیگر دیگری سازی عمیقتری یه نکته بهش اشاره کردی راجع به اینکه ما در این سالهای مت... متمادی هیچ گفتمان مهاجرپذیری نداشتیم ببین درسته کاملا همینطوره و این جای تاسف داره که سیاست گذار ما نشسته راجب به این فکر بکنه حتی راجع به این فکر بکنه که آقا من توان پذیرش چه میزان مهاجری رو دارم و بعد این رو مدیریت بکنه که بگه آقا من ادهی رو باید راه بدم ادهی رو نباید راه بدم شرایط راه دادن این است فلان همین که کارهایی که در کشورهای دیگه انجام میشه دیگه همین کانادایی که من توش هستم که حالا خودش هم مشکلات جدی داره به کنار همین این کارم که نکرده از این نظر من کاملا همدلم با شما یه دیدگاهی که تا به حال به نظر من از اون حیث بهش نگاه نشده ما باید وقتی میگم ما من دارم الان خودم میذارم جای اونهایی که افغانستانی ها رو دیگری میپندارن ما ایرانی ها باید به این فکر کنیم که این هویتی که میخوایم برای خودمون به عنوان ایرانی بودن در نظر بگیریم این هویت چیه دیگری چه جایگاهی در این هویت داره آیا من اساسا هویتم رو میخوام تنظیم بکنم بر مبنای تعریف یه خسمی تعریف دیگری یا اینکه نه من به عنوان یه ایرانی هویتم رو میخوام تعریف کنم بر مبنای پذیرش دیگری بر مبنای اینکه آقا من اساسا همونطور که تو خیلی از کشورهای مولتی شما این هویت رو میبینید که یا دارن حالا تو کانادا مثلا بیشتر در مقایسه با کشورهای دیگه که آقا هویت مثلا ایرانی عبارت میشود از چی از اینکه ما پذیرنده دیگری هستیم از اینکه دیگری میتونه به راحتی بیاد و در گروه ما جا بگیره و ما از حضور دیگری چیکار میکنیم به انهای مختلف یاد میگیریم فرهنگی اقتصادی سیاسی ببینید این یه هویت ملیه که من دارم استبلیش میکنم یه هویت ملی هم که آقا هویت ملی من عبارت هست از ضد عرب بودن ضد افغانستانی بودن ضد فلان بودن زد... ببین این دو نوع هویتی که ما تعریف میکنیم خیلی با هم متفاوته الان با توجه به اتفاقات اجتماعی سیاسی که داره میفته بخشی از جامعه ایران بخشی من تأکید میکنم بخشی از جامعه ایران به سمت یه همچین هویتی رفتن که ما به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اون اتفاقات سیاسی که در کشورمون افتاده علیه یا مخالف هر آن چیزی هستیم که مثلا ساختار سیاسی باهاش همدلی نشون بده حالا بگذاریم از اینکه دیگه ساختار سیاسی تبدیل شده به ساختاری که الان مهاجران شدن وجه المصالحه رأی گرفتن و رأی نگرفتن یعنی ما میایم با همدیگه رقابت میکنیم که خب من قرار جدیتر برخورد بکنن با مهاجران برای اینکه رای دهنده ها بدونن که آقا خب این جدیه در اخراج مهاجران یعنی میخوام میگم ما فعلا به اینجا رسیدیم اگه شما مناظره های انتخاباتی رو نگاه بکنید همگی داشتن از همدیگه سبقت میگرفتن که کی جدی در برخورد با مهاجران صحبت از این نبود که همون نکته که تو اشاره کردی که آقا ما نیاز داریم به یه سیاست گذاری های خیلی جدی آمار داشته باشیم اطلاعات داشته باشیم آسیب ها رو دراریم اصلا از این حرفا نبود که حرفی بود که کی قرار بیشتر اخراج کنه تو این مایه ها بود بنابراین به نظر من اگر ما از این رهگذرم فکر بکنیم که ما میخوایم چه نوع هویت ایرانی داشته باشیم آیا هویت من از رهگذر دشمن تلقی کردن دیگری تشکیل میشه آیا هویت من اینه میگم چون من علیه اینم ایرانیم یا اینکه نه من به عنوان ایرانی ایرانی هم چون میپذیرم دیگری را چون از دیگری یاد میگیرم چون با دیگری همدلی میکنم کدوم هویت من من خیلی وقتا فکر میکنم که حالا بعضی هم میگن که موقعیت جغرافیایی ایران و تاریخش به این معنی که همیشه در جنگ بوده یعنی ما هیچ بازی آرامشی نداشتیم همیشه یا به ما حمله شده یا در درگیری های منطقه‌ای بودیم تا همین الانش هم همین وضعیت میگن موقعیت ایران باعث میشه که مردم نگران باشن که اونا بیان سرزمین رو بگیرن خب چیزایی که اینا وارد میکنن حالا بگیم مهاجر ستیز میگن نه به ما نگین مهاجر ستیز ما نگرانیم اوکی هر چیزی یکی از نگرانی هایی که اعلام میکنن اینه که اینا میان خونه میخرن زمین میخرن شهر ما رو میگیرن کشور ما رو میگیرن بعد من دارم فکر میکنم که چرا تو اروپا که از جنگ جهانی دوم صد سال نگذشته هنوز چرا حالا از تشکیل اتحادی هم فکر میکنم 20 بیس سال 20 خورده سال گذشته دی سال گذشته چه اتفاقی میفته که اینجا من نشنیدم حداقل کسی با افتخار یاد بکنه از جنگ و اتفاقاتی که تو جنگ افتاده چرا یه شرمی در اینا به وجود اومده که هیچ اشاره ای به اون تاریخ دیگری ستیزانشون نمیکنن و هیچ هیچ نظر منفی درباره مثلا فرانسوی آلمانی هلندی بلژیکی ندارن بیان نمیکنن و اینو حداقل اینجا دارم میبینم که اگه مشکل کاری دارن مثلا اولین نقدی که اینا هم وارد میکنن اینه که آره خارجی ها میان اینجا مثلا با ساعتی دو یورو کار میکنن بعد اینا باعث شدن که مثلا کارفرمای ایتالیایی من ایتالیایی رو ترجیح نده بگه اگه نایمدی هم نایمدی میرم مثلا از فلان کشور خاور ای میارم ساعتی دو یورو بهش میدم هیچ کاری هم نمیتونه بکنه حالا چی شده که اروپا به این درکه رسیده یا اینکه نه سیاستمداراشون یه جوری این اتحادیه رو شکل دادن یه جوری تصمیم گرفتن که همه چی رو تغییر بدن که اینا در یک کلاس اجتماعی قرار بگیرن همه کشورهایی که توی این اتحادیه هستن در یک کلاس اجتماعی قرار بگیرن و هیچ مشکلی با هم نداشته باشن ولی ما همچنان هنوز بله خب داری به نکته اشاره میکنی که ما بهش میگیم کامان آیدنتیتی دیگه یه هویت مشترک یعنی تونستن از تا... حالا تونستن که کار برنس... بنسبت نسبت به نسبت شاید ما و افغانستانی ها یعنی در نسبت, نسبت ما و افغانستانی ها را اگر مقایسه بکنی با نسبت یک کشور اروپایی با یک کشور اروپایی دیگه اینا تونستن یه چیزی درست بکنن به نام اروپا یه هویت اروپایی حالا چقدر توش موفق بودن یا نه بحث دیگه است من کاری به اون ندارم ولی حق با توه که این هویت مشترک به اینا این اجازه رو میده که این مرزها رو شکار بکنن جابجا جا بکنن و به نظر میاد که ما تا به حال نتونستیم این هویت مشترک رو ایجاد بکنیم با وجود اینکه به نظر میاد ما یه سری موانعی که اروپایی ها برای هویت مشترک دارن اون موانع رو ما نداریم ما مثلا با خیلی از افغانستانی ها همزبانیم ما اصلا در طول تاریخ جزو کشور محسوب می شدیم خیلی از فرهنگ هامون آداب و رسوممون شبیه همه ما اینو نتونستیم با وجود اینکه این, که این مانو نداریم ولی نتونستیم همچی کاری بکنیم خب ببین یه بحثش اینه که شما تو اروپا هم همینو میبینی تو اروپا که زمانی که شهروندان به قول انگلیسی ها دیسینفرانچایز میشن و من ترجمه رو نمیدونم چی باید بگم شهروندان منظوی میشن نادیده گرفته میشن احساس میکنن که سیاست مدارا اینا رو نمیبینن برای اینکه نون ببره سر سفرش دوچار مشکله عزت اجتماعیش نادیده گرفته میشه توی همچین شرایطی تا حد زیادی جامعه مستعد این میشه که چیکار بکنه دنبال مقصر بگرد یعنی تو همون اروپا هم با وجود اینکه شما دائم اگه به تاریخ اروپا نگاه بکنید دائم تلاش کردن که یه هویت اروپایی ایجاد بکنن و تا حدی هم موفق شدن و حالا اتحادیه اروپا تجلیه یه همچین چیزی میتونه باشه الان داریم میبینیم که دوباره تو خود کشورهای اروپایی گرایش های ضد مهاجر داره افزایش پیدا میکنه جدا شدن از اتحادیه اروپا داره دوباره خیلی جدی مطرح میشه کما که انگلیس هم جدا شد و غیر وزاله که خود شما بهتر از من میدونید تو دل قضیه شما چرا این اتفاق میفته حالا من اینو معمولا گرایش های لیبرال که خودشون رو پروگرسیو میدونن در کشورهای اروپایی اینها جرأت گفتن همچین چیزی رو ندارن چرا چون میخوان خودشون رو از راست سیاسی جدا کنن و از گفتمانی که آسیبای جدی داره فاصله داشته باشن و نمیتونن یه همچین چیزی که من الان میخوام توضیح بدم اشاره کنن ادرسش کنن من اینو با استفاده از مقاله‌ای که مایکل سندل این فیلسوف سیاسی کامیونیتاریان نوشته اینو میگم مال من نیست که اونجا سندل میگه ببین بالاخره اگر ما داریم در دولت ملت زندگی میکنیم این شهروند من حق داره از من بپرسه که تو منابع من رو داری چطور مصرف میکنی لیبرال نگران از حرف زدن راجب این چرا چون تا به حال تنها دیسکورسی که وجود داشته این بودی که تا راجب به این دیسکورس حرف میزنیم به راحتی در میفتیم به چی به گرایش های ضد مهاجرت ضد مهاجرا اما ما اینجا باید بتونیم وایسیم با آدم ایرانی که توی این چندین ساله پدر پدر, بج... پدر, پدر صاحبش در اومده شب تا صبح صبح تا شب جون کنده تا نون بیاره سر خونش و نتونسته و نماینده سیاسی هم نداشته و نادیده گرفته شده و دائم به حاشیه رونده شده و بعد از اون طرف حالا تو ایران این اتفاق نیفتاده ولی من همیشه نگران اینم که مبادا تو ایران این اتفاق بیفته تو آمریکا و اروپا این اتفاق افتاده لیبرال ها دائم اومدن از چی حرف زدن از اینکه آقا نجات پرستی خوب نیست مهاجر ستیزی خوب نیست از اینا حرف زدن اما همون حزبی که این حرفا رو میزده حواسش نبوده که من رهبر این حزب نماینده ای اینها هم هستن اگر این بنده خدا به لحاظ اقتصادی نتونه کار بکنه نون ببره سر خونه زندگیش این احساس منزوی شدن میکنه و شهروندی که احساس منزوی شدن میکنه به راحتی میتونه بره بگه آقا من برام مهم نیست ترامپ نجات پرسته ضد زن ضد مهاجره من میخوام نون ببرم سر خونه زندگی باشه نجات پرست باشه ضد زنم باشه من اینجا دارم له میشم ببین من روانشناسی اون آدمیه میگم که داره به ترامپ رأی میده ها من اگر اونو نادیده بگیرم کار به جایی نمیب... راه به جایی نمیبرم این برمیگرده به اون نکته اولی که من گفتم به همین دلیل بعد اون وقت شما میبینید چی اون وقت لیبرال ها دائم دستن در کار چی هن برچسب زدن به این افرادن که خیلی هاشون هم اصلا نه نجات پرستن نه ضده زنن براشون مهم نیست براش مهم نیست طرف حرفی میزنه که نجات پرسته میگه آقا من یه نفر میخوام که بیرون از استبلیشمنت باشه به تو ساختار سیاسی نباشه چون دیگه اعتماد ندارم به ساختار سیاسی من همینا رو گفتم که به چی برسم همینا رو گفتم به این برسم که ما شاهد این هستیم که تو ایران نه تنها سیاست های ناظر بر مهاجر پذیری نبوده بلکه شهروند عادی ایرانی دائم نادیده گرفته شده خشم داره احساس تحقیر شدگی ملی و بین المللی میکنه احساس استیصال میکنه خب شما بهترین رسپی دیگه هر چیزی که لازم بوده آماده بکنی برای نجات پرستی و مهاجر ستیزی آماده کردی و خب وقتی اینم ببینی یه خب دیگه چه تعجبیه با این حال با این حال این اینم نکته مهمیه که ما فقط شاهد چی هستیم شاهد درست رشد کرده رو به بحرانی شدن رفته اینم انکار نباید بکنیم اما شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از آدما هستند که هنوز ملاحظات اخلاقی درشون کار میکنه یعنی اگه یه ناعدالتی به یه مهاجره ببینن طرف ممکنه واکنش نشون بده یا نادرست بودنشون میدونه اگرم واکنش نشون نده نادرست رو درک میکنه ما فقط نیاز داریم طوری رابطه برقرار بکنیم که به جای اینکه از وسط طیف اینو هلش بدیم تو دامن اونی که دیسکورس هراس و نفرت رو داره استفاده میکنه اونو باید بکشونیم اینور میگم آقا من میدونم تو خودت هم از خیلی جهات شبیه همین مهاجری تو خودت هم اینجا غریبه ای تو کشور خودت تو خودت هم نادیده گرفته شدی بیا حواست به نادیده گرفته شده های دیگم باشه که اونها بیش از تو نادیده گرفته شدن با له کردن اون تو راه به جایی نمیبری ما بعد همیشه یه خط باریکی را بریم انگار نمیدونم این چیزی که من میگم تا چه حد قابل لمسه آره سوال بعدی منو جواب دادی من داشتم فکر میکنم در طول اینکه شما داشتین حرف میزدین که خب الان چه باید کرد الان ما با یه عده طرفیم که خب خیلیشون از دوستای ما ان آدمای نزدیک به ما با ما رفت آمد داشتن حتی تو موجهای قبلی مهاجرت یا کمک کردن خب مثلا حتی من با یک صفحه اینستاگرامی مثلا با دویست دنبال کننده یه آگهی میذاشتم و کم از مثلا یک هفته صد میلیون تومن پول جمع میشد خب عدد خیلی مثلا بزرگی بود برای منی که فالووری نداشتم اونقدر وقت و شناخته نبودم خب یه جوری مردم اعتماد میکنم که پول میدادم بعد از اون موج ما یهو رسیدیم به یه جایی که دیگه واقعا نمیشه کاری کرد یعنی حداقل من در ماه‌های اخیر واقعا جرئت نمیکردم که تو صفحه هم بذارم که برای فلان خانواده نیاز به پول داریم ترجیحا همینطوری خصوصی و در واقع شفاهی از اینمون درخواست میکردیم حالا من داشتم فکر میکنم که این چه باید کردمون اینجا الان چی جوریه یعنی ما از یه طرفی با یک سیاست مداری طرفیم که طرف هنوز نظام مالیاتی نداره حالا تازه داره شروع میکنه که مالیات بگیره و از اون طرف چون به مهاجرا هویت اقتصادی نداده نمیتونه ازشون مالیات بگیره و اینجا باز گیر کرده از طرفی میخواد بهشون هویت اقتصادی بده میترسه که اینا اینجا موندگار بشن از قبل میدونیم که اینا گفتمان غالبشون اینه که اینا مهمانن و باید برگردن بعد باز اینجا دوباره گیر کرده از اون طرف خب شهروند ایرانی میبینه که خب من دارم مالیات میدم افغانستانی نمیده اینطور به نظرش میاد که اون مالیات نمیده بعد میگه من اینو یعنی اینی که میگم یک کاربر تو توییتر یه پرونده ای مثلا پدوفیلی رو پیگیری کرد و خیلی معروف شد تو تویتر بعد گفت من میخوام رسانه ای کنم و از اینایی که ناشناسن و عکس پروفایل درستی ندارن و اینا ولی خب این کار کرد اوکی تا اینجاش درست یهو یه بعد از این جریان که مثلا چند ده هزار نفر فالوور میگیره میاد میگه که من نجات پرست نیستم و من مهاجر ستیز نیستم ولی افغانی ها زیاد شدن ها به نظرم بعد خیلی جنتل پیشنهادش رو مطرح میکنه به نظر من حالا که حکومت نمیتونه از این مالیات بگیره آقای ایرانی اگه تاکسی سوار شدی اگه تاکسی داری و یه افغانی سوار ماشینت شده کرایت اگه ده هزار تو ازش چه هزار تومان بگیر بعد میبینم که چقدر این پیشنهاد میگیره اصطلاحا چقدر داغ میشه چرا چون مردم میگن راست میگه ها مثلا اینا که دارن یارانه بنزین منو میخورن بعد خب مثلا زندگیم که دارم میکنه مالیاتم هم نمیدم پس من خودم شخصا وارد عمل میشم بعد میبینیم که تو این یک سال اخیر چقدر نزاع تو خیابون اتفاق افتاده صرفاً, صرفا به این خاطر که طرف فهمیده مخاطبش یک افغانستانیه در حالی که این نزاع قبلا نبوده بله الان فکر میکنم ما با دو تا دو تا کار باید انجام بدیم یکی اینکه اون آدمایی که تا همین چند وقت پیش همدل بودن و الان رفتن اون سر تیف و برگردونیم یکی هم یه جوری انگار باید به اون سیاست مداره بفهمونیم که اگه کاری نکنی برای هممون بد میشه درسته؟ بله. بله, بله. بله. به نظر من جفتش هم اینطوره ببین در مورد راهکار در حدی که در توان ماست ببین خب برای اون ایجاد کامان آیدنتیتی ایجاد هویت مشترک که ما تاکید بکنیم بر مشترکیاتمون اشتراکاتمون اون یه راهکاره بگم آقا زبونمون بسیاری از جنبه های فرهنگیمون اینا اصلا جز به ایران بودن زبان و خیلی از فاکتورامون شبیه هم این ایجاد هویت مشترک راهکار راهکار دیگه میدونی چیه ببین تو اگه الان از من بپرسی نیما شما تا با حال افغانستانی دکتر دیدی یا نه من بهت میگم نهیدم اگه از من بپرسن افغانستانی تحصیل کرده دیدی یا نه من میان نه من, متعلق به کیم من متعلق به چه نسلیم من متعلق من پنجا و هشت به دنیا آمدم متعلق به اون نسلم من متعلق به نسلیم که یادم میاد سوار اتوبوس شدم بچه بودم طرف اومد به یه افغانستانی که رو صندلی نشسته بود گفت تو حق نداری اینجا بشینی یکی دو نفر زمزمه کردن که یعنی قرولوندی کردن که آقا این چه کاری داری میکنی آخه نگو ولی حالا نه خیلی جدی. من همچین چیزی رو تجربه کردم که همون تصویری که تو میگی تو ذهن منه که افغانستانی فقط یه کارگر بدبخت تحصیل نکرده با حقوق پایینه که بی, بی بدفرهنگم هست بی سوادم هست و غیره همون کلیشه دیگه اون کلیشه تو ذهن منم هست. چرا؟ برای اینکه این بندگان خدا در ساین به قول حسام اصلا نیستن. ما یکی از کارهایی که باید بکنیم اینی که به جایی که من بیام حرف بزنم حالا مهمه بل منم بیام حرف بزنم ولی ما باید به خود اینها فضا بدیم پلتفرم بدیم اینا بیان از سایه بیان بیرون دیده بشن تا منی که این کلیشه رو دارم این کلیشه از طریق دیده شدن شکسته بشه این یه راهه که اینها باید دیده بشن به اینها باید پلتفرم داده بشه نکته دیگه راهکار دیگه چیه راهکار دیگه اینه که من و شمایی که ایرانی هستیم تا جایی که میتونیم باید نه لزومن حالا بسته به جاش داره چون گاهی اوقات شما میبینی که یه نجات پرستی فقط شکلات پیچ شده چون دیگه تو دوره مدرن که طرف نمیاد حالا تو ایران چرا میان تو ایران اوضاع خرابتره تو اروپا دیگه نمیاد نجات پرستی شو که سراحتا بیان کنه میاد شکلات پیچش میکنه دیگه ما باید حواسمون باشه تشخیص بدیم جایی که واقعا اینطور خیلی جدی بیستیم Confrontation باید مقابله بکنیم اما جاهایی که میبینیم از سر جهل از سر ندانستن از سر اینه که من دارم زخمامو میلیسم یعنی چی یعنی من خودم زخم خوردم تمام جاهای بدنمو که دست بزنی درد میکنه تو این مدت انقدر زخم خوردم اقتصادی سیاسی فرهنگی این آدم داره از سر این زخما حرفی میزنه که نادرسته اینو بعد باهاش همدلی کرد همدلی که میگم در مورد شرایط خودش نه با اون حرفی که میزنه بعد بعد بهش گفت بعد یه گفتمان جدید ساخت ولو تو تعامل دو نفره که ببین ایرانی بودن ما اینی که تو میگی نیست یه هویت جدید ایرانی ما باید بسازیم من تو صفم میرم میگم آقا هویت من به عنوان ایرانی یعنی چی یعنی پذیرش دیگری تازه اگه به این راحتی بتونیم اسمش رو بذاریم مثلا دیگری من اینجا وقتی افغانستانی میبینم احساس میکنم که ای یکی از خودم رو دیدم وقتی یه خاور میانه ای میبینم اینجا در مقایسه با سفید پوست احساس میکنم که ای وارد خونم شدم انگار فرهنگ شبیه منه این تعریف یه هویت ملی جدید راهکار راهکار خیلی خوبیه و اگه توانشو داریم به میزان تواناییمون فشار بیاریم به ساختار سیاسی که تو باید سیاست درست داشته باشی تعیین تکلیف بکنی که آقا تو هر حوزه ای روال قانونی چجوریه مالیات بگیری چه کیا حق دارن بیان کیا حق ندارن بیان کیا شهروند بشن کیا نشن همون چیزهایی که میدونیم یه نوع یه راهکار دیگه اینه که ما بهش بگیم اینترگروپ کانتکت تماس بین گروهی ما تماس نداریم با افغانستانیا برای چی یا در دسترس ما دوروریامون نیست نیستن جزو دوروریامون یا اگر هم هستن به دلیل اینکه دیگری تلقی میشن میخوایم فاصله فیزیکی باشون با داشته باشیم اگر این تماس به طور فیزیکی ممکن نیست خب حالا خود طرف انتخاب میکنه که تماس نداشته باشه خب من کاری تو این زمینه شاید خیلی نتونم بکنم اگر چه اگه سیاست مدار باشم سیاست باشم میتونم شرایطی رو فراهم بکنم که به لحاظ فیزیکی این آدما با همدیگه تعامل داشته باشن من طراحی شهری میکنم جمعیت ها رو جاهای مختلفی اسکان میدم کلی از این کارا میتونم بکنم خب باشه اینا دست من و شما نیست میتونیم تماس ویچوال داشته باشیم. یعنی من تا به حال ببین حالا شما اشاره کردی که آقا همسر شما افغانستانیه آقا اینی که من دارم میگم بستگی به انتخاب آدما داره دیگه من الان ممکنه دوست نداشته باشم زندگی شخصی رو به دیگران بگم ولی من تا به حال یه زوج ندیدم که یکیش ایرانی باشه من نوعی میگم اگر من دیدم یکیش ایرانی باشه یکیش افغانستانی باشه بعد بیان تو اینستاگرام شروع کن میگن آقا مشکلات شما چیه تو چی دیدی تو چی دیدی با از دو فرهنگ ازدواج کردین داستانتون چجوری بوده تو که افغانستانی بودی با این مشکلاتی که مواجه شدی چجوری این مشکلات تاثیر گذاشته رو هم یعنی ما ندیدیم حتی ویرچوال هم ندیدیم ما باید داستان آدم ها رو بشنویم اگر ما داستان آدما رو بشنویم حالا از این واژه ما نباید تو روانشناسی اجتماعی ما استفاده میکنیم میشه ازش بدم فهمید ما دیهیومنیزیشن دیگه انسانیت زدایی شده از یه گروهی ما میخوایم بگیم آقا ما باید بگیم انسانیت رو برگردونیم تو گویی که اینها انسانیت نیستن ما بهشون برگردونیم انسانو من نمیخوام از این اینو, بگم ولی این حرف به نوعی درست تو چشم بعضی اینا کمتر از انسان تلقی میشن ما با نشون دادن اینکه آقا اینها هم هم چه فرقی نداره یعنی به،, بی یه جایی رسیدیم که بعد این کارو بکنیم که بگیم آقا اینها هم مثل ما مثل من و تو یه سری مشکلاتی دارن رزیلت های اخلاقی دارن فضیلت اخلاقی دارن با همین مثل من و تو ما ندیدیم دیگه ما بعد ما بعد امکان تماس بدیم فیزیکی آنلاین داستان ها رو منتشر کنیم امکان بدیم که این افراد از سایه بیان بیرون هویت مشترک تعریف کنیم هویت ملی جدید تعریف بکنیم اینا را آکارهایی که وجود داره نکته مهمی بود چون که میگم این سه چهار سال پیش که این سقوط جمهوریت اون چیزی خود افغانستانی میگن سقوط جمهوریت که اتفاق افتاد بخشی مختلفی تو صدا و سیما با همه مشکلاتش برنامه مخصوص مهاجره افغانستانی تولید میکرد مهمانش مهاجر افغانستانی بود حالا هرچند من خودم با این بخشش مشکل دارم که ما همیشه میخوایم آدم های موفق رو بیاریم ولی باز از این جهتی درسته ما آدم های موفق رو میاریم که مردم ببینن بابا اینا هم به خدا میتونن درس بخونن دکتر بشن یعنی فکر نکن که اینا همشون مثلا قرار کارگر گچ کار, کار باشن یه سری برنامه تولید شد که خیلی خوب بود بعد یه هوی وقفه ای افتاد بعد این وقفه همزمان شد با این موج اخیر موج نجات پرستانه و یهو یه همه رسانه ها رفتن تو سکوت یعنی چه من با رسانه های داخل ایران چه خارج ایران صحبت میکنم البته میگم باز مثلا روزنامه شرق و اینا کلی گزارش کار کردن از طرف فراخه سوگل دانایی اینا کلی گزارش تهیه کردن خیلی خوب بود ولی جواب نداد نسبت به این حجم گسترده از اطلاعات غلط خب یه جایی تو صحبتاتون به جمعیت اشاره کردیم که جامعه میزبان احساس خطر میکنه از پر شدن مهمان من حس میکنم که ایران ایرانی ها نسبت به چهار 5 میلیون مهاجر افغانستانی تو 90 میلیون حساس نبودن مهم نبود براشون ولو اینکه اینا تو تهران و قم و مشهد کلونی دارن و اونجا متمرکزن ولی وقتی یه میگی 8 میلیون یه مقدار طرف گلگلک داده میشه میگی 11 میلیون براش قابل درکه هرچند باز 17 میلیون ممکنه قابل درک نباشه ولی باز تا ده یازده میلیون یه مقدار حساب کتاب میکنه میگه اه شدن دوازده درصد کشورمون بعد اینجا احساس خطر میکنه این که ما نمیشناسیم افغانستانی ها رو اینم خیلی برام جالبه چون من تقریبا فکر کنم مثلا شاید هفتاد هشتاد درصد آدمایی که باشون مواجه شده که فکر میکرم اینو مثلا بدونن دیگه که افغانستان فارسی زبانه تاجکستان فارسی زبانه مثلا همسرم هم میدیدن که ای این که اصلا شبیه افغانیا نیست بعد خب مثلا حالا مثلا یه بار دو بارش جالبه بعد که مثلا یعنی چه شبیه افغانی ها نیست یعنی که خب ما اون گروه قومیتی مثلا هزاره ها که بیشتر مهاجرت کردن به ایران ما اونا رو افغانی میدونیم بعد مثلا بقیه میگه این که شبیه خودمونه و این خیلی جالب بود یعنی این که شبیه خودمونه رو من مثلا شاید صدها بار شنیدم این که شبیه خودمونه یعنی یعنی اگه ببینن یه افغانیه که ظاهرش متفاوته همچنان براشون دیگریه ای چقدر بامزه مثلا با یکی که شبیه ما نیست ازدواج کردیم ولی ای این ای که شبیه خودمونه بعد ناز. میگه خب مثلا به چه زبانی حرف میزنم میگه فارسی حرف میزنم بابا به با با خود مثلا من تو ایران به دنیا اومدم به همین لحجه تهرونی بلدم حرف بزنم حالا مثلا بر اساس موقعیت فرهنگی و ساختار فرهنگی خانواده‌مون گویش و لحجه خودمون هم حفظ کردیم ولی خب منم دارم جوری تهرونی حرف میزنم که تو نمیفهمی من تهرونی نیستم ظاهرا هم که نشون نمیده ولی میگم این هنوز برای ما اینا اگزاتیکن ای دیگه هنوز بله. برای ما ناشناختن هنوز اگه شبیه ما باشن ای چقدر کول cool, چقدر بامزه بله بله همینطور من بارها شده با, با, با این مشکل مواجه شدم این دیدم حالا چه خودم شخصا چطور تو پجوش هایی که میخونم اینکه آدما مواجهه نداشتن و نمیشناسند و ندیدن ما باید این امکان رو فراهم بکنیم تا جایی که میتونیم بالاخص ما ایرانی ها چون تاثیر داره اینکه من پلتفرم بدم به یه افغانستانی تا اینکه یه افغانستانی خودش بیاد اونم تاثیر داره ها ولی اینکه من پلتفرم بدم خیلی مهمه و یه کاری هم باید بکنیم یعنی اونم اینه که ما باید این امکان رو فراهم بکنیم فضایی رو باید ایجاد بکنیم که آدمایی که تو اون وسط طیف هستن یا حتی اونایی که وسط رو به راست تا... راست که میگم از راست سیاسی به این معناست که گرایش نجات پرستی کوچولو ممکنه داشته باشن ما ما باید کاری بکنیم که اونها رو نرونیم یعنی اگه طرف سوالی داره باید بیاد بپرسه من خودم یه خب من آدم ترنسجندر ندیدم یعنی به عنوان دوست آدم ترنسجندر نداشتم خب کلی سوال دارم آقا تو هورمون میخوری چه مشکلی برات پیش میاد نمیدونم اصلا رابطه جنسی چجوریه و, و و و تو ایران هم قانونیه دیگه تبدیله خب حالا همین داستان راجع به افغانستانی ها ممکنه باشه آقا من نمیشناسم میخوام سوال بپرسم نگرانم از اینکه آقا مبادا به من برچسب نجات پرستی بخوره ممکنم هست سوالی که میپرسه دلالتش ایمپلیکیشن سوالش این باشه که این نگرش نگرش نجات پرستانه است اما خب من باید چیکار کنم من باید اینجا چیکار کنم باید بهش بگم آقا برو تو نجات پرستی یا اینکه نه بگم آقا این سوال از یه ناآگاهی میاد از یه طلب صادقانه میاد برای دونستن که اگر من اینو ادرس بکنم بهش پاسخ بدم به نحوه همدلانه ای احتمال اینکه دستکم کم این اونورتر نره زیاده دستکم کم همونجا میمونه من معتقدم که اگه درست ادرس بکنم میاد اینور ما باید ما باید حواسمون ما باید تفکیک بکنیم بین اینکه آدما کجای طیف ایستادن درسته ما به عنوان گروه پریویلج به عنوان گروهی که امتیاز داره به نسبت ما اونی که بریم سرچ کنیم، مطالعه کنیم، در این شکی نیست. اما این اتفاق غالبا نمیفته دیگه. گروه پریویلج این کارو نمیکنه. بازم همچنان وزن آگاهی بخشی تا حدی میفته رو خود اون اونهایی که مشکل دارن تو این قضیه یعنی افغانستانی ها. ولی خب حالا یه چیزی جالب که برای خودم پیش میاد اول خیلی عصبانی میکرد بعد دیدم نمیتونم کاریش بکنم دیگه اونی که خب خیلی ها هم... به واسطه حضور و مثلا مسلمانات اروپا دیگه خب میدونن عادت های غذاییشون و چه چیزایی مصرف نمیکنن و مثلا بعضی رسم و رسوماتشون رو میدونن و اینا بعد خب ما هم توی اون انگار توی قالب عرب هستیم حداقل توی مواجهاتی که من داشتم برای اینها ما عربی صحبت میکنیم و ما عرب هستیم ولی با توضیح بدی اتفاقاتی که افتاده با اینا رو به هر حال بعد خب اول خیلی عصبانی میشدم که مثلا طرف میگفت که ا فلان چیزو نمیخوری نه بعد میگفتم که نه مثلا چرا اینو ما میخو ما با این مشکلی نداریم مثلا بعد می ای پس فلان یا مثلا میگفت که یه خیلی برام جالب بود که مثلا اینو چند بار پرسیدن که پس الان تو میتونی دوباره ازدواج بکنی دیگه بعد میگفتم که قانونا آره ولی خب مثلا این کارو نمیکنیم خیلی کم این کارو میکنن آدم ها بعد میگم بعد من میگفتم که خب مثلا تو که تو اروپایی مثلا تو چرا نمیدونی تو چرا بیخبری بعد که نه خب بیخبرن دیگه بعد گاهی خود حوصله دارم توضیح میدم بعضی موقع هم میشم یا مثلا بال. مثلا میبینن که دارم میبینن ای عربی عربی بلدی میگم چرا با عربی بلد باشم میگه ای این شبیه عربی نیست عربی نیست بعد دو اصلا از و ببخشید و فلان اینا یکی یک دو بار میگم خیلی بیشتر از یکی دو بار شده که مثلا من یه برخورد تکانشی کردم که اون ول دیگه چقدر پرتی از ما چرا بله بله آره اینطور یه روش دیگه هم که ما میتونیم به کار ببریم خیلی خلاصه بگیم اونم اینه که از خود به ایرانی ها بگیم که همونطور که تو داری یکی دیگر رو دیگری ترقی میکنی و راجبش کلی داستان در میاری همین خود تو اگه بیای اروپا ایرانی نیستی که خاور میانه ای هستی اصلا مثل انگار که همه چیزو یه کلی چیز بریزن تو گونی هم خاور میانه ای هستی تو هم خاور میانه ای بی تمدن خشن مسلمان هستی و هر چقدر ما این جابجا کنیم پرسپکتیوا رو اون متوجه میشه که اه من خودم میتونم یه همچین موزهی در قبالم گرفته بشه حالا دشواره چون اون تو ایرانه در عمل با همچین چیزی مواجه نمیشه ولی تا حدی ممکنه فایده داشته باشه به نظر من مهمترین کار اینه که ما پلتفرم بدیم به افغانستانی ها تا دیده بشن دید. اصلا این اصطلاحی که حسام استفاده کرد و من خیلی پسندیدم اینه که اینا در ساین اینا یه جایی بین وجود و عدم انگار هستن ولی نیستن برای ما ما خب اینها ها صحبت کردم من خب به خاطر قبل از اینکه اصلا ازدواج بکنم خب برها با جامعه افغانستانی ها حداقل تهران در ارتباط بودم دیگه نگرانی عمدهشون اینه که خب همون رسمی نبودنشون تو ایران باعث میشه که بترسن از اینکه مثلا بیان جلوی دوربین بترسن از اینکه گفتگو بکنن با اسم خودشون چون به راحتی شناخته میشن دیگه یعنی اون نیستن که گم بشن تو جمع و حتی همین چند وقت پیش هم به خاطر کاری مثلا من با یکی دو نفر که اتفاقا قانونی دارن تو ایران زندگی میکنن صحبت میکردم واقعا حاضر نشدن که اتفاقا تریبون داشته باشن و اینا مثلا ولمون کن دیگه مثلا 40 سال اینجا بل. دیگه مثلا من اینجا بل. به دنیا آمدم 40 سالم شده خسته شدم مثلا حوصله ندارم بعد خب میبینم که راست میگه من نمیتونم اونو مجبور کنم که بیام میخوام به تریبون بدم بعد بل. یه مشکل امنیتی براش پیش میاد بل. بعد دیگه بل. بله کاملا این ملاحظاتی که میگه هم هست کاملا همینطور بله قضیه پیچیده آخرم بخش آخر در واقع خیلی هم وقتتون گرفتیم کودکان افغانستانی به نظرم حالا ما معمولا میگیم زنان و کودکان یعنی این دو تا گروه آسیب پذیرترین گروهان انگار تو هر جامعه که میریم حالا الان میخوام رو کودکان صحبت بکنم یعنی اینا از لحظه که متولد میشن که حالا هیچ مدرک هویتی ندارن بمونن 6 7 سال میگذره میان وارد مدرسه بشن و از اینجاست که تازه مشکلاتشون شروع میشه و از اینجاست که این نبودنه اصلا وجود نداشتن از اینجا خودشون نشون میده حتی در بین مهاجرای رسمی حتی در بین اونایی که اوراق هویتی دارن و قانونا باید در مدار ثبت نام بشن من که داشتم میپرسیدم تو توییتر و اینا که مثلا چه سوالی به نظرتون میرسه برای مصاحبه اینو خیلی هم میگفتن که مثلا طرف 45 سال شده 50 سال شده هنوز این که کلاس اول ابتدایی دوم ابتدایی سر صف جلوی 600 تا دانش آموز صداش کردن گفتن فلانی و فلانی و فلانی بیان بیرون اینا رو یه کناری نگه داشتن این اتفاق همین الان هم داره میفته ها همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم بچه های افغانستانی رو میکشن بیرون میگن که خب مثلا تو برو خونه بعد دوباره مثلا مادرش میاد میگه چی شده میگه مثلا به این روپوش نمیدم هر موقع ایرانیا گرفتن به این روپوش میدم به این کتاب نمیدم هر ایرانیا گرفتن به این کتاب در حالی که میگم اینا همه تو کانال قانونی یعنی که میان تو مدرسه دولتی و مثلا باید کتاب بگیرن من میخوام ببینم که جوابش که به نظر من روشنه که اون کودک هفت ساله قطعا متوجه میشه که داره مورد تبعیض قرار میگیره من میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته چه ترومایی چه آسیبی به این بچه وارد میشه به این بچه هفت ساله حالا چه هشت ساله نه ساله که جدا میشه از جامعه دانش آموزا یه زنگ یه روز یه هفته برو خونه بعدا خبرت میکنیم یعنی من وقتی استوری کردم شاید بهتون بگم صدها دایرکت گرفتم یه تجربه وحشتناکی از مدارس تعریف میکنن که آدم باورش نمیشه که الان مثلا یه مدیر یه معاون ندونه که این کاری که داره میکنه داره مثلا آینده اون بچه رو در واقع داره له میکنه از بین میبره درباره این مقدار توضیح بدیم که در اون خشمی که به وجود میاد نفرتی که به وجود میاد تقیزی که به سر این بچه میاد وارد میشه و چه اتفاقاتی بعدش میفته خب ببین دیگه نیازی به شاید حتی گفتنم نباشه که سوشال اکسکلوژن یا حذف اجتماعی یا آسترسیزم ترد کردن اینا تاثیرهای خیلی جدی داره روی عزت نفس روی سلف استیم فرد تاثیر جدی داره روی میزان اختلالات استرابی و اختلالات افسردگی که فرد میگیره چرا چون ببین بذار من این مثال بزنم از آدم گندش مثال بزنم بعد شما دیگه در مورد کودک ببین چجوریه من استرالیا با یه بند خدای همکار بودم اونم پستاک بود در استرالیا دنبال کار دائم میگشت خب شما دنبال کار دائم که میگردی هی اپلای میکنی اپلای میکنی اپلای میکنی و بعد خب درصد زیادی ایمیل میگیری که مرسی که اپلای کردی نشد مرسی که اپلای کردی نشد یه روز آدم بزرگ سن و سال من حالا یا چند سه سال سال دارم چند سال کوچکتر. دیدم گریه شروع کرد گریه کردن چرا گریه میکنی؟ گفت هیچکی منو نمیخواد انگار و این بحث این نیست که اون آدم اینطور بود پجورشان نشون میدن که شما وقتی یه نفر رو به لحاظ اجتماعی تردش میکنی اینکلودش نمیکنی نمیگنجونیش تو خودت جایی تو مغز فعال میشه که مخصوص درده یعنی اگه یعنی کی بزنه تو گوش من دردم میگیره یه جایی از مغزم فعال میشه وقتی منو به لحاظ اجتماعی ترد میکنی همون قسمت از مغز مغز فعال میشه انقدر جدیه برای ما آدما پذیرفته شدن خب وقتی شما نمیپذیری عزت نفس میگم من انگار تو گویی من ارزش ندارم و بعد این اتفاق دائم میفته خب من حالا بار اول مقاومت میکنم بار دوم مقاومت میکنم من آقا به نظر میاد که خب مشکلی باید باشه دیگه حالا اولی منو نخواست دومی منو نخواست بالاخره وقتی تعداد انقدر زیاده یه داستانی من دارم دیگه من نهادی میشه این عزت نفس اندک یا بیماریهای های اختلالات افسردگی احتمالش بروز پیدا بکنه چه در کودکی چه در بزرگسالی احتمالش خیلی بیشتره در مقایسه با کودکانی که در معرض همچین چیزی قرار نمیگیرن بنابراین اون چیزی که یا مثلا دیگه عملکرد تحصیلی دچار مشکل میشه بعد عملکرد تحصیلی دچار مشکل میشه بعد خود همون معلما یا خود همون افراد میگن ببین یعنی دوچار یه پیشگوی خودکام بخشه ما بهش میگیم سلف فولفیلینگ پروفسی یعنی تبعیض انجام میده تبعیض عملکرد روانی رو مختل میکنه به خاطر اختلال در عملکرد روانی عملکرد تحصیلی یا عملکردهای دیگه به مشکل میخورن بعد این ایده که اینا مشکل دارن اینا نمیفهمن تایید میگیره این چرخه منفی به وجود میاد بابت همین البته من تا که شنیدم این اتفاق خود به خود تا حدی میفته کامیونیتی قوی داشتن مهمه در مهاجرت بین مهاجران برای اینکه شما وقتی اون سوشال ساپورتی که من و شما یه نوعی داریم یه مهاجر افغانستانی نداره این کامیونیتی قوی داشتن اهمیت خودشو اینجا نشون میده و بعد ما طبیعتا افرادی هم که فرزندان فرزند دارن افراد مهاجر باید فرزندانشون رو آماده بکنن برای همچی چیزی جای خیلی تاسفه که من این رو بگم ولی به حال شما باید به لازه روان شناختی مثل واکسن میمونه تا اونجایی که میتونی از پیش به فرزندت بگی که آقا این رفتار وجود داره حالا به زبون خودش دیگه حالا اینجا جاش نیست آدم بگه که وقتی میخواد با یک کودک رابطه برقرار بکنه چطور باید بگی که یه همچین داستانی وجود داره ولی مثلا تو همین کانادا فیلم های مخصوص کودکان تهیه میکنن راجع به ریسیزم که آقا ریسیزم چیه؟ بدیاش چیه؟ چه چی کار باید بکنیم که از بین بره؟ آموزش هست بنابراین اون تشکیل دادن یک کامیونیتی قوی بین خود افغانستانی ها مهمه که خب من شک ندارم که همچین چیزی باید باشه و بعد دنبال بگردن که مبادا یه نفر از این شبکه حمایتی بیفته بیرون براش خیلی دوچار مشکلات جدی میشه و من و شمایی هم که صدایی داریم باید تا اونجایی که میتونیم فشار بیاریم برای تولید کردن محتوایی که کمک کننده باشه حالا در مورد اینکه اونایی که توضیح آموزش کار میکنن آموزش پرورش و همدلن با این روی کرده با مهاجر ستیزی مشکل دارن بگن که آقا خب برنامه تهیه کنیم کتاب انیمیشن تا این مشکل حل بشه ولی حواسمون باید به این باشه حواسمون باید به این باشه که حتی دیده میشه که توی یه بازه سنی گمان کنم بین مثلا اگه درست خاطرم باشه دو تا پنج پنج تا هفت یا دو تا پنج الان خاطرم نیست شما یه بچه رو اگه به حال خودشون بذاری حتی تو سیستمی که آشکارا نجات پرستی وجود نداره اونهایی که به لحاظ ظاهر شبیه همن یه, چ... یه, کاری انجام میدن خودشون بهشون میگن سلف سگریگیشن یعنی تو مطالعاتی که مثلا در مورد بین سفید و سیاه پوست انجام شده یا غیر سفید پوستا میبینن بچه ها توی سنی تا یه ای خودشون جدا میشن سفیدا با سفیدا بازی میکنن سیاپوستا با سیاپوستا بازی میکنن بعد دوباره اینتگریت میشن بزرگتر که بشن اینتگریت میشن اینا پروسه هایی که ما باید بدونیم ولی نمیدونیم دیگه چون تو ایران روانشناسی اجتماعی به عنوان شاخه جدی وجود نداشته تازه شروع شده پا گرفته این کارا مطالعه این مطالعات بهشون پرداخته نشده این مطالعات راه پیدا نکردن به آموزش و پرورش و چیزهایی که دیگه شما بهتر از من میدونید این خلاصه راجع به اتفاقاتی که میتونه در مورد کودکان بیفته ما باید حواسمون به این باشه که کودکان ما ما که میگم یعنی ایرانی ها که بخشی از اون افغانستانی هایی که بعضی ها خیال میکنن افغانستانی هم اتفاقا تو اینن دیگه اینجا به دنیا آمدنه. کودکان کلا خیلی زود متوجه نگرش های نژادی میشن از دو تا پ... بین دو تا پنج سالگی بچه ها شروع میکنن تشکیل دادن باورهای مربوط به نژاد یعنی میفهمه و یه سری از صفات رو یه سری از عواطف رو نسبت میده به یه سری از نژادها به یه سری از رنگ ها حواستون باید به این باشه اگه ما تو خونه ایم حرف میزنیم رفتار میکنیم بعد حواستون باشه که اگه بچه داریم کاملا از سنین خیلی پایین متوجه همچین چیزی میشه این یه نکته در مورد بلخص بچه های ایرانی ها که خیلی زود یاد میگیره و از طرف دیگه بچه های مهاجران هم فقط از گذر اینکه خودشون تحت تاثیر نجات پرستی قرار میگیرن متاثر نمیشن بلکه غیر مستقیم وقتی میبینه که والدینش همون برخوردی که با دیگران میشه با والدینش نمیشه یعنی حتی بچه متوجه اینم میشه یعنی جایگاهی که پدر مادر من دارن بقیه جایگاهشون فرق میکنه با اینا رفتاری که با پدر مادر من میشه یعنی میخوام بگم می اینطوری نیست که حتی اگر خود بچه در معرض همچین چیزایی نباشه نشانگان محیطی رو که تو جامعه وجود داره علیه پدر مادرش اونها رو پیکاپ میکنه اونها رو میگیره و بعد چون آیدنتیفای میکنه با پدر مادرش میگه منم جزو اینام دیگه منتقل میشه آ پس منم به اندازه مثل اینا کم ارزشم و بعد این درونی میشه حواسمون باید به اینا باشه ببخشید میکنم من یه, تجربه ای داشتم که رسمی در واقع از ما خواستن که بریم توی جلسه ای با مدیرا و مدیر مدارس من معمولا مثلا پرهیز میکنم به دلیل متعدد چون فکر میکنم دیگه اگه میخواستم به فهمیده بودن دیگه ولی خب اون بار رفتم بعد دیدم که وضع خیلی تر از اون چیزی که من فکر میکردم یعنی مم. از حدود چهل تا مدیر یه نفرشون ملایمتر بود که بابا اینا یعنی جمله که به کار برده بودیم بود که بابا اینا هم آدم هم. و اون مثلا سی و هشت نه نفر دیگه معتقد بودن که اینا به ذهکار همین هایی که این آقای چیز میزنه اینا بزهکارن اینا مشکلات دارن اینا فرار میکنن اینا بعد دیگه مثلا کسی اینو نمیبینه که این چرا داره کار میکنه از هشت سالگی چرا تو کارگاه کفاشی کار میکنه چرا تو خیاطی کار میکنه میگه خب این اینجوریه این اینجوریه خب بعد تو کلاس من میگم یه روایت هایی به من رسیده که بعضی وقتا اصلا نمیتونم منتشرش بکنم از تجربه هایی که دانش آموزای افغانستانی دارن تو مدرسه ها بعد خب مثلا دقیقا همون چرخه اتفاق میفته ای پس تو نمیتونی درس بخونی ای پس تو خنگتری ای پس تو افغانی بعد خب دیگه بچه هم میگه خب دیگه چرا باید بیام مثلا یه جایی که روزی 800 تهدید بشم میرم به همون کارگاه کفاشین میرسم. میرسم میرم به همون زباله گردی میرسم و این دقیقا به نظرم اتفاقا همون جاییه که اگه اگه این مهاجر سیتیز ها یا نگران ها یا نجات پرستا یا هر کسی اگه نگران اینه این که حضور مهاجره آسیب اجتماعی خواهد بود و هست اتفاقا این حزب کودکان خیلی خطرناک تره یعنی ببینید مثلا ما با یه نسلی طرفیم که مثلا متولدین چه میدونم دهه چل و پنجاه که پذیرفتن ایران رو با همه مشکلاتی که براشون به وجود اومده به خاطر هم مذهب بودن و هم زبان بودن پذیرفتن من اینو از خیلی جا که کجا برم دارم فارسی حرف میزنم کشور مسلمانه فلان با یه نسل اینطوری طرفیم این و با یه نسل جدیدتری طرف هستیم که ممکنه لزوما این پذیرش و سکوت رو نداشته باشه ممکنه خشم و نفرتی درش به وجود بیاد و اون آدم داره تو اون کشور زندگی میکنه یعنی حالا من من نمیگم که مثلا اینا در موضع اعمال خشم قرار میگیرن ولی بالاخره چرا مثلا علاوه بر همه گروه های تحت سرکوب باید یه گروه دیگه هم اضافه بکنیم به اونا که خب حالا مثلا ما فلان گروه های قومی دینی نژادی رو تحت سرکوب قرار میدیم خودمون آلردی از پیش حالا تو هم بهش اضافه میکنیم تو هم برو کنار اونا تحت سرکوب و چیز قرار بگیر بله بله این دامن میزنه به همون چرخه باطل یعنی اون پیشگوی خود بخش بازم اینجا شامل میشه یعنی من از بچگی شروع میکنم تبعیض قائل شدن نسل جدید دیگه مثل نسل قبل نیست ممکنه واکنش متفاوتشون نشون بده از حقوق خودش خیلی جدی نه که نسل قبلی آگاه نبوده اما این نسل اکسپرسیو تره حرف میزنه تنش وارد چرخه میشه و می دیدی گفتم اینا دو نیمشن باقیه حالا تحت تاثیر تبعیض قرار گرفتن طرف صحبتی کرده که آقا تبعیض نکن پیش داوری نکن تصورات کلیشه راجع من نداشته باش این تلقی میشه به اینا خشنن اینا طلبکار هم هستن این اوضاع خراب و خرابتر میشه سیاست اگر عقلش برسه باید خیلی خیلی کار بکنه باید خیلی کار بکنه ولی خب متاسفانه به قول اون حرف همیشگی دیگه ما همه چیمون به همه چیمون میاد دیگه تو کدوم یکی از حوزه ها فکر شده کار میکنیم که این جزء اون باشه آره دی فکر میکنم یعنی به خودم وقتی به خودم فکر میکنم میگم مثلا چه توقعی دارن توی یه وضعیتی هستی که یعنی بدترین اتفاقاتی که میتونست بیفته داره میفته و مثلا حالا بیا به یکی بگو که بابا مثلا به این بی... به این بیچاره کاری نداشته باش میگه برو بابا یعنی واقعا در وضعیت برو بابا حالا من تو ش... اینستا یه دوره هست که فعالیتم کمتر شده از هر دو طرف میگیرم حالا ممکنه اینایی که خیلی نجات پرستن طیف انتهای راستن صدای بلندتری داشته باشن و خب تاثیر خودشون هم دارن اینو نباید انکارم کرد نگرانم باید بود مبارزم باید کرد گفتمان مقابلش هم باید تولید کرد در هیچ کدوم از اینا شکی نیست اما در این حال افراد دیگه هم هستن که پیامهای دلگرم کننده با آدم میدن یعنی همیشه آقا در دل این گمان کنم این هولدرلین شاعر آلمانی باشه که میگه در تاریک ترین شب هاست که این ستاره های کوچیک نور خودشونو خیلی خوب نشون میدن دیگه و همیشه هستن افرادی که اون وجدان بیداره تلاش میکنن که اگرم شهلی دارن ناگاهی دارن به رسمیت میشنم. میگه آره اینجا اشتباه کردیم حق و شما. یعنی خلاصه در تاریکی مطلق به سر نمیبریم ولی خب باید ادامه بدیم اوضاع خرابه خیلی ممنونم خیلی واقعا گفتگوی بر من حداقل مفیدی بود و مطمئنم که برای بیننده ها و شنونده ها مفید خواهد بود و امیدوارم که بازم ببینیمتون و در خدمتتون باشیم خلاصه ممنون از اینکه دعوت کردی